وقتی که من با کو رفتم بعد از گذشتن از امتحان سوال نهایی که آنها به من دادند گفتند که نقشه‌تون چی است؟ به نزدیکی به شوهر برآمدنی نیستید؟ سوال عجیب مگر نه؟ شاید شما هم وقتی کار می‌جستید این سوال رو شنیده باشید یا از شما هم پرسیده باشند که فرزند دارید؟ نیتی باز تولد کردن ندارید؟ بله، به زنانی که نیاز به کار دارند بعضن چنین سوال ها هم می‌دهند. آیا می دانید که کدام عمل نسبت به زن هنگام قبول به کار یا در جای کار جنایت و تبعیض است؟ می دانستید که برای مناسبت نابرابر یا تلاش پیشنهاد محرمانه به همکار یا زیردست زن قانون چی جزاهای پیش بینی کرده است؟ یک زن مراجعت کرد که از روا دیده شدنی نمی مناسبت شهوانی مجبوری که عموما من می باشد نسبت به زن در جای کار. من خودم وقتی به کار رفتم از سبب اینکه از شوهرم جدا شده بودم همه ما رو با مثل گرگونی گشنه که لقمه خود رو می جویا نگاه می کرد. شما رو به کار می گیرند برتریت خواهی نخواهی می دیند به مرد چون که می دانند که زن دیر یا زود به رخصتی نگاهبینی کودک می براید. سلام خواهر، درود به همه بیننده های گرامی برنامه. امروز همراه با چند زنی کارگر و حقوق شناس سری می زنیم به بعضی کارخانه و مؤسسه های تاجیکستان و می بینیم که زنان آنجا چی امکانیت و شرایطی دارند و از کدام حقوق برخوردارند و یا برعکس چی شکایت ها دارند. آمار دقیق نیست که چقدر از زنان تاجیک برای حمایت از حقوق کاری خود و تبعیض جنسی در جای کار به مقامات بالایی شکایت بردند. اما ده ها و صد ها زنی است که به همدیگر یا به سازمان های کار با زنان از مانعه ها و مناسبت ناخوشایند و محرمانه نسبت به خود در جای کار درد دل می کنند. آنهایی هستند که اصلا جای لب نمی کشایند و مشکل را پنهان می دارند. این عمل سبب می شود که برخی از زنان مثل قهرمان گزارش ما ترک کار کند. در گزارشی که حالا میبینیم از چند حالت مثال آورده شده است که زنان در تجربه خود و یا اطرافیانشان مشاهده کردند. زنانی بودند که دانش خوب داشتند ولی از طرف بعض مردان کارخانه تحقیر میشدند و چندین کادرهای با قوت این همه را دیده دل شکسته و جل خون شده کنج خانه را میگیرند یا مجبور میشوند زنان بیچاره به مهاجرت روند. نظیره نامی شرطی این بانو است. او زمانی کارش را در یک کارخانه با نفوذ دولتی به یاد آورد. میگوید آنجا همگی یک سال کار کرد، اما در این مدت شاهد حالت‌های زیادی تبعیض و تحقیر، مناسبت نافرم با زنان و پایمال شوی حقوقی آنها شد. من خودم وقتی به کار رفتم از سبب اینکه از شوهرم جدا شده بودم همه ما رو با مثل گرگونی گشنه که لقمه خود رو میجویا نگاه میکردم. متاسفانه به زنهایی که شوهرهایشان در مهاجرت مهنتی قرار داشتند نیز همین خیلی مناسبت بد بود. کوشش میکردند که به هر راه فریب و نیرنگ با زنهایی به گفته آنها بی شوهر یا بی وزن هم صحبت شوند و دل آنها را یابند. مصاحب ما زنی جوان و بی شوهر با وجود آنکه صاحب معلومات داننده زبان انگلیسی و تحصیل دیده خارج است، میگوید مناسبت ناراحت کننده سبب شد که چند بار جای کارش را عوض کند. مخصوصا برای من این خیلی ناراحت کننده بود. من نمیخواستم دیگر در اونجا کار کنم، نمیخواستم به کار روم. بیشتر کوشش میکردم از کار روم یا با اونها هم صحبت نشوم. در گذشته قضیه های دست درازی رهبران و زیردستانشان علیه کارمندان زن در برخی از نهادها تا به دادگاه رفته بود، اما نه همیشه این بحث‌ها به منفعت زنان انجام یافتند. بنا به گزارش سالانه سازمان ملل متحد که سال 2023 نشر شد، در قیاس با مردها، زنها در اقتصاد یا بازار مهنت به مانعهای جدی و فراوان روبرو می‌شوند. شروع از لحظه قبول به کار تا تعیین معاش و امتیازهای دیگر. وقتی که شما رو به کار می‌گیرند، برتریت خواهی نخواهی می دیند با مرد چون که می دانند که زن دیر یا زود با رخصتی نگاهبینی کودک می براید و این باز پای خود مشکلی با وجود می آورد جهت پیدا نمودن کارمند دیگر. خصوصا در کارخانه های شخصی نسبت به کارخانه های دولتی بیشتر دیده می شود. بسیار مثال ها را می دانم که وقتی که آنها حتی اعلان جای کار می دادند آنها می نویسند که در فلان وظیفه فلان جای کار
با ما مرد در کار حتی نشان میدادند. من بارها با حقوق شناسان با متخصصان سوهای گندر من در همون وقت مراجعه کرده بودم که چرا در مطبوعات رسمان آنها نقص میکنند حقوق زنان را نسبت حقوق زنها را آید به مهنت. مهلقا از تجربه خودش ضمن قبول به کار در یک کارخانه قصه میکند. باره هم بود که خودی من را البته نام کارخانه را نمیگویم. وقتی که من به کار رفتم بعد از گذشتن از امتحان سوال نهایی که آنها به من دادند گفتند که نقشه‌تان چی است؟ به نزدیکی به شوهر برآمدنی نیستید؟ و اون زمان من دختر جوان بودم گفتم که نه. یعنی که خواهم نخواهم با وجود آن که قانون های ما مکمل است، با وجود آن که حکومت خیلی تلاش میکند جهت تامین برابری حقوق زن و مرد در کشور در جامعه، به هر حال از جانب شخصانی علاهیده، از جانب کارخانه و شرکت و کارگاه ها حقوق های زن آید به مهنت نقص میشود. طبقی گزارش سازمان های بین الملل هم تاجیکستان در سمت برابری جنسی زن و مرد پیشرفت های دارد، اما همانا استریوتیپ یا قالب های کهنه پا بر جایند و در بسیار موارد به کارمندان مرد برتری بیشتر داده می شود. مثلا برای فرستادن به سفری مهنتی، سفری خدمتی، البته آنها برتری به مردان می دهند. هنگامی مثلا نه تنها سفرهای خدمتی بلکه در بعضی حالات هایی که مثلا در پای خود دیگر امکاناتی ایلوگی دارد، آن را نیز انتخاب سری مردان می افتد. بنا به یک گزارش سازمان ملل متحد که سال 2023 نشر شده است، در تاجیکستان اگرچه فرق معاش زنان از مردان در قیاس با سالهای 2000 کمتر شده است، اما حالا هم زنان تنها 64% معاش مردان را می گرفتند. طبق نشانداد بانک جهانی این رقم باز هم کمتر است، یعنی مزد زنان برابر به 60% معاش مردان است. در یک پرسشی که در کشور انجام شده بود، 30% پرسیده شده ها در ولایت سوخت گفتند که اکثرا در کارگاه شاهد تبعیض اقتصادی علیه زنان شدند. پاسخ 13% پرسیده شده ها در ولایت بدخشان هم چنین بوده است. در برای شکل های تبعیض جنسی در جای کار و جزایی که برای آن پیش بینی شده است صحبت داریم با حقوق شناس دلفروز سمدوا. دلفروز رهبری اجرایی سازمان جمعیتی حمایت جامعه طبق قانون است و به زنان کمک حقوقی می رساند. سوال اولی ما از او این بود که طبق قانون کدام عمل در جای کار نقص حقوق مهنتی زن شمریده می شود؟ عموماً اگر اوید به حقوق زن ها سخنرانیم، اگر کدکس مهنت و دیگر سنتهای ملی جمهوری تاجیکستان و بین المللی حقوق استثنایی یا اینکه امتیاز های علاهیده را برای زن ها پیش بینی می کند تا که همین برابری زن و مرد را در جای کار کفالت دهد. لیکن واقعا در عملیه حالتهای می شود که حقوق زنها پایمال می شوند. مثلا اساسا زنهایی که به من مراجعه کردن یا برای گرفتن مسئولیت حقوقی یکمین درجه یا دومین درجه آید ویران شدن حقوق آنها وابسته به برآمدن به رخصتی مهنتی آید به تولد کودک، همچنین برای قبول به کار، یعنی که الیمنت هایی که وقتی که الیمنت های تبعیض است با کار قبول نکردنی کارمند از جنس وابسته به جنس حالت ها مراجعه کرده بودند، یا اینکه حالت هایی که به اساس از کار آزاد کرده بودند. هست حالت هایی که در این چخلگه مراجعه کم باشدن، هست حالت هایی که ممکن است که واقعا این زیادتر باشد، خیلی من انیق کفته نمیتوانم. مثلا آخرین مراجعه که من بررسی کردم، یک زن مراجعه کرد که از روا دیده شدنی نمی مناسبت شهوانی مجبوری که عموماً من می باشد نسبت به زن در جای کار، و این مراجعه به مقامات پراکوراتور از طرف زن با شکایت مراجعه کرده شده بود و در نتیجه سنجش قرار رد از آغاز کردن پرونده جنایتی نسبت شخصی که از بالای و شکایت می کرد زن کارمند قبول کرده شده است و خود زن از این قرار ناراضی می باشد. بسیاری وقت زن ها مراجعه می کنند برای گرفتن مسئولیت حقوقی اوید به رخصتی
وابسته به نگاهی بینی کودک، تولد کودک و نگاهی بینی کودک. چه خیلی که ما میدانیم هنگامی حامله‌دار بودن، حامله‌دار شدن و تولد کردن کودک، زن امتیازهای زیادی از جانب قانونگذار پیش بینی کرده است برای زن و بسیاری وقت کارفرماها این را یک مانعگی برای خود میبینند، حال آنکه این همه کفالت ها، همه پرداخت پولی ها که پرداخت کرده میشد به واسطه از جانب خود دولت کرده میشود با واسطه کارفرما. طبق گزارش سازمان ملل متحد و پژوهش‌ها، زنان تقریباً 60-64 درصد معاش مردان را می‌گیرند. یعنی معاش زنان نظر به مردان کمتر است. این هم یک نوع تبعیض نیست؟ اینا نابرابری یا اینکه تبعیض گفتن ممکن است. در حقیقت کمیته اوید به برهم دادن همه نمودی تبعیض نسبت زنها سال 2018 به تاجیکستان ملاحظه‌های خود را پیشنهاد نمود. پیش از همه در حقیقت باید قید نمود که پیشروی ها در این ساحه هست و این هم در همین ملاحظه های عمومی آورده شده بود. به هر حال هست حالت هایی که تا امروز در تجربه حقوقی و عموماً تجربه عملی جمهوری تاجیکستان قرار دارد و این کمبودی ها چخیلی که گفتید کمبودی معاش برای کارمندان زن ها دیده می شود و هست حالت هایی که مناسبتی چه میگن این عرف عادتی یا اینکه استریوتیپ میگن مناسبت هایی که بعضن کارمند نگاه میکنن همچون با کارمندی که نه اونقدر لیاقتی بردن این یا اون فعالیت مهنتی رو به مانند مرد ها دارد نگاه کرده میشد از جانب کارفرما و پیشگیری کردن تبعیض یا اینکه نابرابری در مهنت همچنین به جوابگری کشیدن اون نفر، اون کارفرما، اون تر شرکت ها، اون مقامات دولتی، غیر دولتی، مؤسسه و کارخانه‌ای که ویران کردن حقوق زن را در جمهوری، در قانون جمهوری روا می‌بینند، به جوابگری کشیدن و کفالت و در عملی تطبیق کردن این حقوق ها، این یکی از عهده‌داری های دولت می باشد. از تجربه کاری شما تا کجا به مراجعت یا این مشکلی آنها رسیدگی می شود و به جوابگری کشیده می شوند افراد گناهکار؟ عموما مراجعت از جانب زنها وابسته به ویران شدن حقوق آنها از نقطه نظر زن بودن آنها گندر در تجربه کاری من کمتر می باشد، لیکن در مثال آخران مراجعتی که شد در واقعا از جانب زن شکایت به مقامات پراکوراتوره پیشنهاد کرده شد و مقامات پراکوراتوره قرار رد از آغاز پرونده جنایتی قبول نمود که علاقه شهادت آن می باشد که در چنین پرونده ها امین سنجش نتیجه سنجش به منفیت کارمند زن نیو به منفیت کارفرمایی که حقوق او را ویران کرده است قبول کرده می شود. شاید همین هم یک سببی کم بودن مراجعات از سوی زنان باشد. چون نه همه آنهایی که به این مشکل دچار می شوند به مقامات مراجعات می کنند و بحث را تا دادگاه کشیدن می خواهند. یعنی سبب بیشتر به نتیجه موندن شکایت است یا ندانستن حقوق و ترسی از دست دادن جای کار؟ سوال دوغ روز از بیما می شود برای اینکه همین آزار جنسی و دست دراز کنی این یکی از موضوعها می باشد که همین آخرین سال ها ما کشد عموما در جامعه این چیز کشد صحبت کرده می شود و فکر می کنم که این چیز یک تجربهش ممکن است که زیاد باشد، لیکن در بسیاری حالت ها زن ها از مراجعت کردن دست می کشند برای اون که عموما از جانب جامعه ما همه نمود کردارهای غیر قانونی که یک خصوصیتی شهوانی دارند، خصوصیتی یک جنسی دارند، پنهان کرده می شود از جانب جامعه ما خودی جبر دیده زیر بهادهی منفی گذاشته می شود که این یک چخلی که می گویند سمسود یک ویه می باشد که تحکرسیه می باشد که برای دستگیری نه برعکس برای گناهکار کردن خود جبر دیده و شرایط برای مراجعت نکردن آنها آشکارا آورده می رساند. تعقید تهدید پمیان می آید به جبر دیده و همین سبب می شود که مراجعت نمی کنه، حال آنکه این چیز در تجربه هست و امروز ها یگانه زن های پیدا شده اند که
شد و روشن اویدی این معما هم در داخل اویله و هم در جای کاری بیان میکنند. نظم شد که هنگام پیشنهاد کردن چنین عریضه ها عهده‌داری اثبات و جبریده زن نه بلکه به مقامات تفتیشات واگذار کرده شد. این هم استاندارد بین المللی می باشد برای آنکه در مساله های در مساله های خشونت، در مساله های تجاوز این از جانب جبردیده پورا در عریضه خود پورا درج کردن حالات های کار کفایه بوده، از جانب مقامات تعقیب کننده ضرور است که همه چاره های ضروری برای سر وقت جمع کردن دلیل ها و تفتیشات و سنجش پرثمر گذرانیدن باید که اندیشیده شود و خود مقامات تعقیب جنایتی باید که همه چاره ها رو برای آشکار کردن چنین نموده شکایت و عریضه اندیشد. از حقوق شناس همچنین پرسیدیم که قانون برای نقض حقوق مهنتی زنان چی جوابگری پیش بینی کرده است و اثبات تبعیض زن در جای کار محض به دلیل جنسیتش تا کجا آسان است. هم جوابگری انتظامی پیش بینی کرده شده است، هم جوابگری ماموری در دوره کدکس حقوق ویران کنی ماموری که جریمه پیش بینی میکند و هم جوابگری جنایتی را پیش بینی کرده است. محض برای ویران کردن حقوق زن ها دو کاتگوری دو ماده الوهیده در کدکس جنایتی هست که اگر خصوصیت تبعیض داشته باشد وابسته به کار گرفتن یا اینکه از کار آزاد کردن جوابگری جنایتی پیش بینی کرده شده است و اگر از کار آزاد کردن زن وابسته به سببش اگر حامله داری و نگهبانی کودک باشد در همین حالت هم جوابگری جنایتی پیش بینی کرده شده است. برای اینکه هست حالت هایی که کارفرما برای ندادن تنفس های الوگی یا اینکه بنابر محدود بودن بعضی وظیفه ها نسبت به زن به مثال روان فرستادن به سفر خدمتی ممکن که این چیز به وجه معقول نامده زن را با این یا اون سبب از کار آزاد کند و قید کردن ضرور است که در حقیقت دلیل آوری یا اینکه اثبات کردن حالت واقعی کار یعنی که آزاد شده آزاد کردن زن از کار بنابر تبعیض یا اینکه بنابر زن بودن کارمند کمی دشواری ها رو به میان آوردنش ممکن است برای آنکه در بسیاری حالات ها در تجربه کارفرما دیگر حالات رو اساسناک کرده یکان حالات سنعی رو تشکیل کرده یا اساسناک کرده زن رو از کار آزاد میکند اول آنکه حالات واقعی یا اینکه سبب اساسی سبب واقعی آن ماس جنسی کارمند می باشد. مشورت شما به زنانی که هنگام کار به قانون شکنی یا تبعیض گرفتار می شوند، مثلا اگر زنی را با دلیل حامله دار بودن به کار قبول نکردند یا یگان مانعی و مشکل در جای کارش پیدا شد، کجا مراجعه کند و چه طور باید ثابت کند آن را؟ زنها یک خصوصیت ایموشنالی بودن را دارند. به زنها تفسیر می دهیم که در این حالت یک سیوت خود را سیاتی که در نتیجه به عدالتی نسبت به آنها پیدا می شود اداره کنند و فکت حالتی ویران شدنی حقوق خود را دلیل جمع کنند برای اینکه در آینده برای مراجعه کردند گرچنده که این عهده‌داری در این حالت گویم اگر عهده‌داری زن هم نباشد هم لیکن دلیل پیشنهاد دلیل این نیمی 50% حل مشکلات می باشد. ایموشنالی نشوند دلیل ها شاهد حجت جمع کنند. بعد به سر و سیمگی با ترتیب دادن عریضه که حالت ها رو یک به یک نشان می دهد به مقامات پراکوراتورا مراجعه کنند. یکی از وظیفه های اساسی مقامات پراکوراتورا این نظارت بردن از رعایت شدن حقوق و آزادی های انسان و شهروند می باشد و از جمله زن هایی که در جای کاری حقوق مهنتی آنها ویران می شود. تشکر به دلفروز برای توصیه مهم و شرح موضوع. امیدواریم صحبت را با دقت شنیدید و برای حفظ حقوق کاری خود تلاش میکنید و نمیگذارید کسی حق شما را زیر پا کند و مانع پیشرفت شما شود.
زمنان بنابرای اموری که در گزارش به سازمان های بین المللی آورده شده است، از قریب 19,000 کارمندی دولتی در تاجیکستان در سال 2023 25% زنان بودند. مقامات میگویند برای فعال بودن زنان در همه بخش ها شرایط فراهم آورده شده است و حقوق و برابری تأمین است. اما کمیته محو تبعیض نسبت به زنان سازمان ملل در یک گزارش اخیر خود از حضور کمی زنان در وظیفه های رهبری و حیاتی سیاسی و اجتماعی گفته بود و به تاجیکستان توصیه داده بود که شمار زنان در مقام های رهبری را باید تا به 50% رساند. با امید افزایش شمار زنان رهبر و با آرزوی آن که زن در جای کار یا هر جای دیگر با مشکل و مانع دچار نشود، برنامه را اینجا به پایان میبریم. نوشتن یا زنگ زدن را فراموش نکنید. تا دیدار در برنامه های دیگر.